سالهاست این باور راجع به تخم مرغ وجود داره که مصرف بیش از یه دونه در روز برای سلامتی ضرر داره. این باور درسته یا غلط؟ مقاله های جدید راجع بهش چی میگن؟ تخم مرغ یکی از مغذی ترین و کامل ترین غذاهای روی زمینه. برای دونستنش هم لازم نیست که علم داشته باشیم و مطالعه کرده باشیم. همین که این با گرمای بدن تبدیل به یک موجود زنده و کامل میشه خودش نشون میده که چقدر مواد مغذی باید توش وجود داشته باشه. در واقع فقط اگه بخوام بخشی از مواد غذایی که توی تخم مرغ وجود داره رو بگم، شامل آهن، مس، منیزیم، منگنز، کلسیم، سلنیوم، زینک، پتاسیم، امگا 3، امگا 6، ویتامین K، ویتامین E، ویتامین D، ویتامین A، B1، B2، B3، B5، ویتامین B6، B7، B9، B12 و خیلی چیزهای دیگه میشه که فقط بخشش همینایی بود که باعث شد دهنم کف کنه. یعنی شما وقتی یه تخم مرغ میخورید داری نیروی حیات رو وارد شکمت میکنی. اما یه ولی بزرگ وجود داره و اون اینه که سالهاست میگن بیشتر از یک تخم مرغ در روز برای سلامتی ضرر داره. اما این از کجا منشأ میگیره؟ در کنار همه موادی که توی تخم مرغ وجود داره، 150 میلی گرم کلسترول هم وجود داره. و این یعنی بیشتر از نصف اون مقداری که سازمان غذای آمریکا برای یک رژیم غذای سالم در نظر گرفته. در نتیجه اگه شما بیشتر از یه دونه تخم مرغ در روز میخوردید، کوپن مصرف کلسترولتون پر میشد و در معرض عوارض قلبی عروقی قرار میگرفتین. و به خاطر همین میگفتن که یک تخم مرغ در روز کافیه و نباید بیشتر مصرف بشه. ولی یه چیزهایی هست که تغییر کرده. همونطور که توی ویدیوی ارتباط کلسترول غذا و کلسترول بدن صحبت کردیم و اگه ندیدینش لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم، این محدودیت مصرف 300 میلی گرم کلسترول در روز از دستور غذای آمریکا حذف شده. و توی اون ویدیو هم توضیح دادیم که کلسترول غذا ارتباطی با کلسترول بدن نداره. پس تا همینجا نادرست بودن اون باور که میگفتن یه تخم مرغ در روز کافیه و بیشتر از اون مضره رد میشه. سوالی که الان باید بهش جواب بدیم اینه که چند تا تخم مرغ در طول روز ایدئاله و برای ما و برای بدنمون سلامتی میاره. توی تحقیقات مختلفی که انجام شده اومدن روی گروه‌های آزمایش افرادی رو روزانه 3 تا تخم مرغ کامل بهشون میدادن که مصرف کنن و در پایان آزمایش خون ازشون میگرفتن و پروفایل لیپیدیشون رو تست میکردن. توی این آزمایش‌ها کسایی که 3 تا تخم مرغ کامل در طول روز میخوردن، HDLشون که همون کلسترول خوب بدنشون بود افزایش پیدا کرد، LDLشون که همون کلسترول بد هستش کاهش پیدا کرد و تریگلیسیرید خونشون هم کاهش پیدا کرد، که این یعنی سلامت قلبی بیشتر و عوارض قلبی عروقی و سکته کمتر. به علاوه این که توی تخم مرغ اسید چرب ترانس که یکی از آیتم های تاثیرگذار روی مشکلات قلبی عروقی هم هست اصلا وجود نداره. دیگه چی از این سالم تر میتونه وجود داشته باشه؟ به علاوه اینکه تخم مرغ یه سری خواص فوق العاده دیگه هم داره که قبل اینکه بریم راجع به اونا صحبت کنیم بگم که اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومده یادتون نره که لایک رو فشار بدید. اگه با این مدل ویدیوهای سلامتی حال میکنید حتما سابسکرایب کنید. خب تخم مرغ جدا از اون زرده مغذیش که داره یه سفیده هم داره. سفیده تخم مرغ سرشار از پروتئینه. انسان ها توی هر سنی باشن به پروتئین زیادی نیاز دارن، چه کودکان که در حال رشد هستن، چه افراد جوان که فعالیت زیادی دارن و به انرژی و پروتئین زیاد نیاز دارن و چه افراد مسن. چرا؟ چون این افراد عضلاتشون در حال تحلیل رفتنه، در نتیجه باید پروتئین به عضلاتشون برسونن. پروتئین جدا از اینکه توی همه سلول‌های بدن ما وجود داره و توی ساختارش نقش داره، متابولیسم بدن رو هم بالا میبره. متابولیسم بالا و سوخت و ساز بالای بدن باعث تناسب اندام میشه. یک اثر مثبت دیگه تخم مرغ توی تناسب اندام اینه که باعث احساس سیری طولانی مدتی میشه. در نتیجه دیگه ما به سمت هلهوله خوره نمیریم. از بخش پروتئینی تخم مرغ هم که بگذریم، دو تا ماده توی تخم مرغ هست که خیلی خواص جالبی داره. لوتئین و زاکسانتین. اینها در واقع کاروتینوئیدها هستن. کاروتینوئیدها همون موادی هستن که توی سبزیجاتی که نارنجی و قرمز هستن وجود دارن، مثل هویج. اولین اثر مثبت اینها اینه که این مواد آنتی اکسیدان هستن. آنتی اکسیدان های خیلی قوی هستن و میتونن از بروز سرطان و جهش های سلولی توی بدن جلوگیری کنن. دومی فایده شون اینه که روی سلامت چشم و بینایی موثرن. همونطور که میگن هویج توی سلامت چشم موثره، این مواد به وفور توی تخم مرغ هم دیده میشن. هم میتونن اثرات مفید روی پیرچشمی داشته باشن، هم روی آب مروارید و هم روی رتینوپاتی دیابتی که یکی از شایع‌ترین مشکلاتیه که
روی بینایی افرادی که دیابت دارن تاثیر میذاره. به علاوه این مواد روی سلامت پوست هم اثر خیلی زیادی دارن و میتونن از آلزایمر و دیابت نوع 2 هم جلوگیری کنن. ببینید که چقدر تخم مرغ برای دیابتی ها خوبه. هم باعث تناسب اندامشون میشه که مهمترین عامل بهبود دهنده دیابت نوع 2 هستش. هم روی بیناییشون اثر مثبت داره. هم پروفایل لیپیدیشون رو میتونه خیلی بهتر کنه. گفتیم که پروفایل لیپیدی رو بهتر میکنه و تریگلیسیرید رو هم پایین میاره. علت اینکه تریگلیسیرید رو پایین میاره اینه که سرشار از امگا 3 هستش و قرص‌های امگا 3 همین الان توی مطب‌ها و بیمارستان‌ها برای افرادی که تریگلیسیرید بالا دارن تجویز میشه. پس چه بهتر که ما خودمون با مصرف به اندازه تخم مرغ سلامتیم رو تا این حد افزایش بدیم و سراغ قرص ها نریم. اما یه سوالی که ممکنه آخر این ویدیو توی ذهن شما هنوز بی جواب مونده باشه اینه که ماکسیموم چقدره؟ آیا میتونیم بیشتر از 3 تا هم مصرف کنیم؟ متاسفانه همه مقاله ها روی 3 تا تخم مرغ کار کردن و بیشتر از اون جلو نرفتن. پس تا اینجا شما روی همون 3 تا بمونید، سعی کنید تا 2 تا 3 تا تخم مرغ در طول روز مصرف کنید تا اینکه ببینیم مقاله ها به کدوم سمت میرن و در آینده چه آپدیتی راجع به این قضیه میدن. مرسی که تا اینجا این ویدیو رو نگاه کردید. امیدوارم که به دردتون خورده باشه. سلامت و تندرست باشید. ورزش کنید. خداحافظ.